ریاست جمهوری افغانستان در برابر متن تفاهمنامه صلح با طالبان ملاحظه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این کشور میگوید که آتش بس، دست کشیدن طالبان از جنگ و آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان از مسائل است که باید در متن تفاهمنامه روشن باشد. امیدوار هستیم که بعد از نهایی شدن این متن مردم افغانستان از ملاحظات ما هم آگاه شوند، از موارد را که ما بایس حکومت افغانستان شریک ساختیم با ایالات متحده آمریکا و ملاحظاتی که در قبال این متن بوده. موارد اصلی است که آتش بس شود، موارد اصلی است که طالبان از جنگ دست بکشند و بالاخره ما وارد گفتگوهای مستقیم با طالبان شویم. از سوی هم هیئت گفتگو کننده طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر به دعوت رسمی ازبکستان به این کشور سفر کرد. این دیدار هیئت طالبان با مقام های ازبکستان با پذیرایی گرم و موسیقی محلی همراه بود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این سفر میگوید که چنین برخوردها مشکوک هستند و زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم نمی کند. ازبک فکر باندې دا خدای پاک ته طرف پس د موسیقي او حرمت راغلی دي نور که تعلیم ورته کشینه مرته ناروا دي کابل ورته کشینه ناروا دي. با این حال باشندگان کابل که در آستانه برگزاری عید قرار دارند از پیشرفت های گفتگوهای صلح خوشنود هستند. بسیار خوشبین هستیم تمام ما که صلح باید بیامد. پیش از این اگر بیامد میتوانست هموطنهای عزیز ما که از ولایات هستند میتوانست که سفر میکرد به ولایت خود بدون تکلیف و بدون جنجال. صلح در هر وقتی که باشه صلح خوب است. مقام های ازبکستان در دیدار با هیئت طالبان پیشنهاد کردند که نشست بعدی میان افغانان در یکی از شهرهای همین کشور برگزار شود. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که تاکنون در این باره تصمیم گرفته نشده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.